علاقه خانواده‌ام به فوتبال بود. برادرم خدا بیامرز، مادرم خدا بیامرز، پدرم خدا بیامرز، علاقه داشتن که من فوتبال بشم. به فوتبال هم در آبادان مدیون استاد پرویزخان دیداریه که واقعا به گردن همه ما بچه‌های خوزستان حق داشت. می‌دونم یه روز بازی با ژاپن داشتیم، یکی از بهترین فوتبالیستاشو تایلند بودیم. اومد جلسه کرد، گفت جاسمیان شما بک راست. آقای حسین مبشر گفت آقا جاسمیان بک وسط ماست، به درد ما. گفت من دستور میدم. به من گفت که میری شماره 8 ژاپن میگیری. بهترین گزارشون بود. آقا منم دونده بودم دیگه. باور که آقا یه ساعت نیم فوتبال من نذاشتم این توپ بزنه، خودم توپ دیگه رودام درد گرفته بود. ما 2-1 ژاپن بردیم. اومد بیرون زد پشت من، گفت شما خیلی خوب جاسمیان. پرویزخان وقتی که اومد تهران استخدام شد شرکت نفت، باعث بانیش دکتر کرامی و دکتر مسعود بورمن بودم. خود آقای دکتر کرامی تحصیل کرده انگلیس بودم، دوره مربیگری و فوتبال در زبان استانیلاس اینا اونجا دیده بودم. استخدام شد. وقتی استخدام شد جم اومد آبادان، گفت دوست دارم که جم تبدیل به شاهین بشه. آبادان ما آقا زمین چمن نداشتیم، تو زمین خاکی بودیم. واقعا بچهای آبادان خوزستان قابل ستایشن که تو گرمای 50 درجه در زمین خاکی، نه چمن، نه امکانات، واقعا میرسیدن به تیم ملی. شما در گذشته نگاه کن، هیچ تیم تهرانی جرأت اینه نداشت، قدرت اینه نداشت که بیاد آبادان به طور موفق باشه. ما شاهین تهران با 6 ملی پوش در آبادان 2-1 بردیم. بعد خاطرتون هستش که چجوری ارتباط شاهین آبادان با شاهین تهران؟ بله ارتباط. آخه ما اون مسئله اخلاقی خیلی نظر داشتیم. دکتر اکرامی هم واقعا از اون کسایی بود که با مادیات فکر نمی‌کرد. میگم اول دست، اخلاق، ورزش. و من یادم است که این آقای جمشید محمدی خدا بیامرزه در حیات نیستن، تجدید آورده بود، گفت تو حق نداری بیای تمرین، برو وقتی قبول شدی بیا تمرین. یعنی دکتر اکرامی، دکتر مسعود بورمند و پرویزخان دیداری رو این مسئله درسی خیلی چیز داشتن. و به همین دلیل شما هم نگاه کنید در شاهین در گذشته ها استادای بزرگی مثل امیر عراقی وکیل پایه که دادگستری بوده، شکیبی وکیل پایه که دادگستری بوده، عرفان خلبان بود، تحصیلاتش رسید که خلبان بکنه، دکتر مسعود بورمند دکترای او. من پشت سفارت آمریکا خونم بود، مجرد بودم. با حمید برمکی با شیرزادگان خوابیده بودم خونه، دیدم دره میزنن. کوچه حمیدم بود به نام واکن. من پرده رو باز کردم، دیدم خدا بیامرز تختیه. دره وا کردیم و چه بعدارم که باشگاه شاهین آقا منحل کردن، یعنی منحل شد. ما به اتفاق رفتیم برای علی عبدو، من، مرحوم بیزادی، مرحوم شیرزادگان، بیوک وطنخواه، مرحوم حمید برمکی، رفتیم فردا علی عبدال باشگاه بولینگ. گفتیم آقا میخوایم تیم فوتبال داشته باشیم. یا آقای صداقت به نام آقای رضایی میان تبلیغ میکنن که آقا باشگاه پرسپولیس استقلال رو میخوایم بفروشیم. پرسپولیس و کهن خریداره، چرا نمیدین؟ چند مدت پیش آقای دکتر دادکان این مسئله رو مطرح کرد. آقا شما مردم رو فیلم کردین، چی رو میفروشین؟ شما باشگاه پرسپولیس با استقلال دارین، با حرف صحبت کنید، خریدار داره. همین پرسپولیس کهنه که الان ما هستیم، علی پروین، آقای نبی، آقای مهندس ذوالفقار نصب، آقای مهندس امیرعابدینی، آقای شریعه حاضرن بخرن، آمادگی داره، میخوام بگم بخرن، باشگاه مال ماست، چرا نمیفروشه؟ فقط تو روزنامه می‌نویسه. ما اومدیم به تو زمین راهن تمرین میکردیم که بریم شوروی، دوتا بازی اونجا کنیم، برگردیم بریم توکیو. در تیم ملی ما کامبیز جمالی به سرهنگ محمد رنجبر خط زده بودم به علت زرد خوردگی. من از شهرستان رو بودم برای تیم ملی، دلم میخواست که برم توکیو، برگردم آبادان، رو جیپ باز منو بزنن گل بندازن گردنم، پوز بدم که من رفتم توکیو. شب اومدیم در منزل بیو که وطن خواب بعد از تمرین جلسه کردیم، من، همایون، شیرزادگان، حمید برمکی، بیو که وطن خواب. بعد اومد آشپزخونه نگاه کردید، من یه یخچال که نداشتم، از این چوب پنبه‌ها بود، با یه سماور شعله داشتیم، یه تخت خواب روسی هم داشتیم، رو زمین می‌خوابیم. من بودم، مرحوم حمید برمکی بود، پوجارکی بود و منوشهر سالیا بود که الان در حیات نیستم بیشترش. حالا خداوند یه عمری با ما داره، ما 84 سال ما هنوز داریم می‌دونیم. حالا این نوبت ما بشه معلوم میشه. ماشاءالله.